بس داریم. حالا میریم به طرف تالار سوالات که هست و پرسش ها پاسخ میپردازه. دوستان که سوال دارن باز هم تاکید میکنیم، در هر برنامه خود تاکید میکنیم که سوال هر طرف شما کوتاه مطرح بکنیم. وقت میرسه به سر پرسشی همه باید سم میکنیم. یک سوال بکنیم و بینامون خود سوژه هایی که یا بحثایی که صورت داره نه خارج از این جنبه. یکی از کارهایی که ما میشه کردیم بوده که تمرین شود که در رابطه با خود موضوع سوال شد. بعض از دوستا بیرون از آجنده ها بیرون از مسئله سوال. من دوستای بلند دلی بینام از اونجا شروع میم. خب در ایسه باره از در ایسه که در نزید شوشتن خدا معرفی بکنین لطفا و سوالتان بکنم. این نفرم شخص بسیدیم کسی در ایه هستم یکی از روزنامه نگاره افغانستان. من سوالات بیشتر از جناب میسا زایست داشتم که اونا تشریف نداشتن. بله بسیار افهم میخوام با تیرمی گفتم اخلاقت که موسا زایست برشان یک کار پیش دارو 4:20 با کسی قرار داشتن و از جمع مذرت خواستن نومیشن جه هست و از مجلس بیرون. بله چون اونا بیشتر صحبت های کلی داشتن و تر مشخصی را که اتاقل ما را میتونست قانه بسن از خانم نبود، صحبتشون به اون خاطر سوالات زیاد مطرح بود. اما من میگم به بحث جناب آقای پال سینگ پال، من بسیار واقعا خیلی صمیمی خیلی دوستانه میخوام بگویم که من بسیار احترام دارم به اقلیت‌های افغانستان و البته افغانستان به عنوان یک کشور اقلیت میدانم. هیچ اکثریتی وجود نداره در افغانستان برای اینکه ما حداقل اولا اما عیسایی نفوسی که اکثریت برای ما نشان داده باشه متاسفانه وجود نداره. به اون خاطر کشور اقلیت هاست و در اینجا هر کسی حق داره که به عنوان یک شهروند زندگی بکنه مثل جناب آقای پال. برحال بحث ما با آقای پال این است که جناب آقای پال شما که آرزو دارین که به عنوان یک افغان در تذکرتان نوشته شد، اما بحث افغان نوشته کردن که یک بحث بسیار ساده است، ممکن دولت افغانستان چنین اتخاذ کرده باشه. جالبی است که افغان یک هویت مشخص است و شما وقتی به یک هویت مشخص میپردازین هویت ها به گونه تحت شوهای یک هویت قرار میگیره و یک نوع هویت زدایی میشه. شما با اونان یک حال اولود یا حال سک هیچگاهی باز دیگر در اون زمان نمیتونین که از هویتتان دفاع داشته باشین و یا هویتتان حداقل در تاریخ برنمایش بگذارین برای که شما یک افغان هستین و فقط یک هویت بالای خود گرفتین، نه هویت را که خود شما مربوط به اون هویت هستین. بس دیگه من جناب آقای اغلی است که اغلی سن واقعا خیلی آلمانه صحبت کردن و من بسیار خوشحال شدم که از فرهنگ اصداری و بخصوص اپوزیسیون در افغانستان صحبت کردن و آنچه را که اینا هم اشاره کردن. من فکر میکنم که یگانه دستاوردی که پارلمان افغانستان هم داشته در طول 6 ماه اخیر تمام کارکرداش در این 6 ماه خلاصه میشه که با این 6 ماه در نتیجه اون کارکردهایی بوده که به عنوان اپوزیسیون یک مجموعه شکل گرفته و تونسته تاثیر بگذاره. ما امیدوار هستیم که جوانای افغانستان به این توجه داشته باشن و به این فرهنگ واقعا چنگ بزنن. بس ما فقط از آقای اولی سوال ما این است که آقای اولی، ما در قانون اساسی افغانستان بعضی مواد را داشتیم که تعطیل شده، مثل یکی از دو مسئله انتخابات شورای ولسوالی است و همچنان انتخابات شهردارها است. در صورتی که ما انتخابات شورای ولسوالی را نداشته باشیم که مثلا ما نمیتونیم که به قانون هیچ اصلا دست بزنیم، برای اینکه قانون ایجاب میکنه که تغییرش در لوی جرگه ها گذاشته و لوی جرگه در صورت میشه که شما قانون شورای ولایتی را داشته، شورای ولسوالی را داشته باشه و نمایندهایش در اونجا داشته باشه. اینا وقتی این ماده تعطیل میشه شما چه راهکارهایی را در پیش روی دارین که در پارلمان آینده افغانستان چی باید بکنین که شورای ولسوالی شهردارها و این مواد قانون در مجموع که نظارتش مربوط پارلمان افغانستان است چگونه میتونه عملی شود؟ تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. احمد زیری از دانیستان. تشکر از برگزار کنندگان مجمع یا نشست. من سلام به جمع مهمان ها و نامزدهای پارلمان. من دو تا سوال مشخص داشتم، اولا از آقای پال بعدم از آقای پریانی.
آقای پاک برحمید که من خودم دوستدار حضور حق الیدا هستم در ساختارهای دولت، در اجتماع و دارم در این راستا هر جایی هم میشه فرصت هم میشه حرفای هم میگم. آقای پاک در سخنانش هم گفتن و من فکر میکنم که بسیار حرفای ناگفته هم داشتن نسبت تبعیضی که در اجتماع بالای اینا صورت میگیره، اما متاسفانه یک نکته رو گفتن که برای من هم در باور بود. او استقبالشان یا گونه پذیرش حضور طالبان یا آمدن دوباره اونا بر ساختار دولت، من فکر میکنم ما در یک نظام دموکراتیک برعکس همه مشکلاتی که داره، همه ظاهرا این نظام نظام دموکراتیک از خودش به این عنوان جا زده و حضور نیروهای خارجی هم حداقل این زمینه را مساعد کردن. ما با حضور همین نیروها، با حضور همین اعلان نظام دموکراتیک یا نظام دموکراسی، هنوز ما تبعیض بر یک اقلیت وجود دارد و او اقلیت هندو هست. شما نتونستید در این نظام حداقل به مخواست های حقیقتان برسید. چگونه میتونید در یک نظامی که سراسر رابطه است، تبعیض است، قبیله گرایی است و نمیفهم بسیار چیزهای دیگه که اصلا شایسته انسانیت نیست، و چگونه میتونید با اونا شما مدارا بکنید یا حضور از اونا را شما خوب جذب کنید؟ متوجه باشیم که ما اگر اعلان میکنیم طالب و افغان است، فکر نمیکنیم یک افغان به افغان دیگه خودش رو بکشه یا سرش رو ببره یا حضور از او را قبول نداشته باشه. بعد نه یک خواسته بیسار چه داشتم، من دوست دارم که آقای پریانی در مورد عدالت انتقالی یک کمی مشرحتر و مفصلتر صحبت بکنم. تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب نوری است، مزبورات دخواد پران دانشجو است در کابل. من یک سوال مشخص داشتم از جناب آقای اولی سید که سوال می است که زمانی که نامزد وزیرا پارلمان افغانستان معرفی می شدن و یک ایده از یا بودم که در مرحله اول نتونستم که رای اعتماد مجلس را کسب بکنم، اما در مراحل بعدی نمی فهم که با کدام موضوع سحرنگیزی وارد پارلمان شدن و رای اعتماد پارلمان کسب کردن. من میخوام معلومات بیشتر از جناب اولیس دریافت کنم. و دومی که قانون وزارت تحصیلات عالی که فقط تحت چند عنوان داخل پارلمان شده بود، فقط روی موضوع تعدیلی و حذف صحبت نمیشه بلکه روی موضوع تکمیلی ازی بود. من نمیدونم چرا موضوع قانون وزارت تحصیلات عالی به درازا کشیده شد و این به تصویب نرسید و یا هم به گونه به تصویب رسید که باز هم آنچه که در قانون وزارت تحصیلات داده بود فقط قانون به تصویب رسید. من میخوام این چیز بگم. و یک سوال دیگه از پریانی سید دارم که چگونگی ساختن راهبرد برای دولتی که ما باید داشته باشیم، در دولتی که همه موضوعاتی که در پارلمان هست از جمله موجودیت بعض عناصری که خودشان خود باخته دولت هستند، مخصوصا ما کسی به نام عالم سایی که نماینده من از ولایت تخار آمده امروز برای ما معامله کرده، مجلس ترک کرده، امروز به عنوان والی از یک از ولایت افغانستان همجا از خاص اگر در کنار شما بوده باشد، شما چگونه میتونه یک راهبرد مشخص را برای دولت بسازید؟ تشکر. بسیار تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. احسان الله علی هستم، دانشجوی دانشگاه. اگر چی سوال من متوجه آقای موسازایی بشد، اما متاسفانه تشریف ندارم، اما بازم بخوام نظرات خودم بگم که آقای موسازایی صرف سه دعای افغانستان گفتن که رهبران به یادای مردم نیامند، در صورتی که نه تنها سه دعا بلکه 300 سال در طول تاریخ افغانستان رهبران به یادای مردم نیامده بلکه حکام مستبد بوده. و همین را آقای موسازایی میدانند و پرسان میکنند که آیا حکومت فعلی به یادای مردم بوده؟ حکومت فعلی افغانستان دارای 30 میلیون نفوس است و حتی آلی توسط 1 میلیون رای آقای کرزایی آمده که اگر ما رای تقلبی هم از منطق نیم که به هیچ وجه اراده مردم تقلیل گره نمیتونن. و سوال دوم آقای به توجه آقای پال است که شما با کی مصالحه میکنید؟ با مو کسانی که روزانه صدا نفره میکشن، با آدم کشن مردم افغانستان، با مو کسانی که دانشجویان را سر میبرن، با مو کسان شما با مو صد میکنید؟ آیا فرق بین طالب و بین یک نماینده کوچی که در پلیس خوشتی دو نفر سیر پیش کشت چی است؟ تشکر از توجهتان.